سید باور نداشت دین نبی دکان فرش فروشی است، یعنی که نقش های پر از رنگ بازار خوبتری دارد. او فرزندی از سلاله آنها بود کش با خدای خیش در کار و بار بیع و شرا نیستند. دین در نگاه او مفهوم عشق داشت، یعنی که با خدایت رو راست بی تکلف در صحبت و مکاشفه هستی. در دستگاه او ملای تیغ به دست جایی نداشت. تصویر جنتی خناس را به یاد می آورد و دادگاه ویژه معنای مرگ و نفرت و تزویر بود. سید با لشکری که جان و دلش لبریز عشق لم یزلی بود، وقتی که در برابر سلطان فریاد سرکشی سرداد، یک شهر با صدایش آواز خواند. در نیمه های شب وقتی که دست های مناجات رو سوی آسمان بر نور و شعر و عشق و رهایی پنجه می کشید، ناگاه خیل جنود سلطانی با توپ و تانک کوچه دل را از خون و آه و نفرین انباشت. سید با زخم و پیرهن خونی زنجیر بر دو دستش می رفت تا اوین، شهری از درد بر خیش خیش می پیچید. غیرت کالای ناب گم شده ای بود. وقتی جنود حزب الله فریاد می زدند پاینده باد یزید. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 24 شهریور ماه 15 سپتامبر، به شما سلام می کنم. شعری رو که خوندم برای آقای کاظمینی بروجردی گفته بودم، دلاوری که ایستاد، تا امروز هم ایستاده توی زندان اوین مقاومت میکنه. چه بلاها سرش آوردن. فکر کنی آدمی 40 کیلو وزنش کم بشه، به انواع امراض هم مبتلا بشه، ولی حسرت یک آخ رو به دل مقام ولایت بگذاره، باید تقدیر کرد ازش. به هر حال در میان روحانیون آدمهای آزاده وجود دارن، مگه مرحوم شریعت مداری نبود؟ الان مگه آقای سرفرازی نیست؟ مگه آقای رضوی شیرازی نیست؟ مگه آقای محقق داماد نیست؟ هستن، هستن اینهایی که حاضر نیستن خود رو به ذلت بکشونن. آقای رستگاری، اینا هستن، انسانهای وارسته و آزاده هستن. به هر روی گفتم یادی از او بکنیم، انسانی که حسرت یک آخ را بر دلها گذاشت. قصه دیدارها از آقای خامنه ای و نقاهت و قدم زدن، و واقعا آدمی داره نگاه میکنه، بعد نگاه میکنه میگه آقا ایراد به شاه میگرفتن، آقا بیمارستان دربار درست کردن، حالا یه بیمارستان در بیت مبارک، یه بیمارستان سیار با تریلی در دنبال آقا حرکت میکنه، بعد آقا در بیمارستان دولتی خوابیدن، ای کاش در بیمارستان ملتی میخوابیدن، هیچ اشکال نداشت. ایشون رو میبردن بیمارستان پارس، میبردن پاستور نو در خیابان بخارست، هیچ اشکال نداشت. 100 میلیون هم هزینه عملشون میشد، هیچ اشکال نداشت. ولی در مقابل پول بچه های ایران نمیرفت شکم حماس رو گنده کنه، شکم حزب الله رو. اون شیخ نعیم قاسم که بالا سر ایشون اومده بود تو بیمارستان با یه مش مهمانانشون، شیخهای ساجد نقوی پاکستانی فاسد که به خاطر یه زن آمریکایی رو که بره بگیره یه مدت مقهور آقایون شده بود، بعد احمد زین و غیره و غیره بیان اونجا، کاری ندارم. این نعیم قاسم یکی از فاسدترین آخوندهای دنیاست. در لبنان خود و پسرش میلیاردرن، از اون ور میلیارده، پولای ملت ایرانه، چقدر زمین دارن، اقار دارن، ضیاع دارن، ملک دارن در اروپا، در لبنان، در جاهای مختلف، و این آدم نماینده و وکیل ولی فقیه در لبنان. آقای قبانچی که اومده اونجا که در نجف نماز میخونه،
از یه طرف دستی در بیعت آقای سیستانی داره، از طرف دیگر از نماینده آقا در اونجا پول میگیره، آقای آصفی. از یه طرف رو به قبله تهران نماز میخونه، از یه طرف رو به قبله نجف، به تنها جایی که نماز نمیگذارد به سوی کعبه است. به هر حال اینا گفتم آقای خامنه ای چهره قهر به احمدی نژاد گرفته بود، به خاطر او چه بلایی سر ملت ما آورد. حداقل آقای خامنه ای یک معذرت بزرگ به مردم ایران بدهکاره، به مادر ندا بدهکاره، به مادر محسن بدهکاره، به پروین خانوم بدهکاره که سهرابشو پرپر کردن، به صدها تن کشتن و به زندان انداختن و تجاوز کردن تو کهریزک. سعید مرتضوی جنایتکار هنوز 4 محافظ داره، دزدیاش آشکار شده، محاکمه مثلا کردن، 4 محافظ داره. ولی وقتی دزد و دزد محاکمه میکنه معلومه چیه. وقتی محسنی اژه‌ای دزدترین دزد میاد اینو محاکمه میکنه، پشت پرده اینا با هم پرونده های مشترک هم زیاد دارن، تو یک کاسه زیاد فالوده خوردن با هم دیگه. بر رو یه نواری صدایی برای من کسی فرستاده، من هنوز مطمئن نیستم، باید مطمئن بشم بعد برای شما پخش کنم. ولی آنچه در این نوار هست گفتگویست بین آقای احمدی نژاد و آقای وحید حقانیان، جنرال آجودان آقای خامنه‌ای. فردای انتخابات احمدی نژاد میگه من از وزارت کشور آمار گرفتم 18 میلیون رأی داشتم. آقای وحید حقانی میگه خیر شما 24 میلیون رأی داشتید. دوباره احمدی نژاد میگه آقا من 18 میلیون رأی داشتم. الان مصطفی نجار اینا رو برای من گفته، میگه نخیر شما 24 میلیون رأی داشتید. بیماری آقای خامنه ای، اولین کسی که از خارجی ها پرید و به ایشون تبریک گفت کی بود؟ حاکم امارات. بله، حاکم امارات که خودش هم مریضه، تلگراف فرستاد رسمی، ابراز شادمانی کرد از اینکه آقای خامنه ای به سلامت جست از این. خب آقا شما که اینقدر لطف و مهر دارید دیگه چرا باز قضیه جزایر رو میرید علم میکنید؟ اگر قرار است شما صاحب، خیلی هم لطف دارید، دبی که واقعا لطف داره، کنسولای جمهوری اسلامی هر کدوم میرن دبی، وقتی برگشتن آقای شیخ محمد یه مرسدس بهشون میده که محمد عرب آورد، دید اوضاع خیلی خرابه، تقدیم کرد به دفتر مقام معظم رهبری. خیلی جالبه ها. اون وقت سردار نجات میگه آقا گفتن همه این اتومبیلا رو بریزین دور، بزنین کنار، بفروشین به دستگاه دولتی بدین، اگه پیکان ضد گلوله بود پیکان بگیرید. حالا چون نداشت پیکان ضد گلوله، ما اومدیم اتومبیل درون هول و هوش گرفتیم. بله خیلی خوب، اشکال نداره. حضورتون عرض کنم این 2 در این ویکند تمام بحث و صحبت میدونید سر این جبهه جدیدی است که علیه داعش و تروریسم به راه افتاده. من مفصل راجع به اون صحبت خواهم کرد، اما اجازه بدید یه نگاهی بکنیم به سفر آقای روحانی. به این دلیل میگم حالا شرکت در 15 اجلاس نشست شانگهای یا مجموعه شانگهای خب از نظر اقتصادی مهمه، احمدی نژاد هم میرفت، بعدم ایران از قرقیزستان و از تاجیکستان دیدار کرده. من تردیدی ندارم هر ایرانی ذره مهر در دلش باشه، یک ذره کوچک، وقتی به تاجیکستان میره به ایرانی بودن خودش میبالد. جالبه دیگه، شما برید اونجا، فقط محی الدین عالمپور نبود زنده یاد که عشق به ایران در سلولهاش باشه، همه عاشقن، از آقای رئیس جمهوری گرفته آقای رحمانوف تا آقای اسکر حکیم کانون نویسندگان، از خوانندهشون بگیر تا نوازنده، از شاعرشون بگیر، خب خانم گلرخسار هست و شعرهای دیگر که بسیارشون رو من دیدم و چقدر اینا انسانهای نازنینی بودن، از دکتر پروان جمشیدی که من در خانهش بودم و چه مرد نازنینی خود و خانواده عزیزش. آقای روحانی رفت، خب آقای رئیس جمهور اومد استقبالش، بعد نشستی داشت با دبیر کل اجلاس شانگهای.
دبیر کل اجلاس شانگهای رو دید و بعد گفتگوهایی کردن راجع به این که چقدر اهمیت داره اجلاس شانگهای. بعدم حالا اینا البته خبرهای هفته پیشه ولی من یه مرور سریع بهش میکنم. و بعد آقای روحانی بعد از این دیدارها رفت در واقع نشست در آکادمی علوم. در اتحاد شوروی سابق آکادمی علوم که در خود مسکو هم بزرگترینش بود، شخصیتی مثل پروفسور علیوف عضوش بود، آکادمی علوم معمولا تمام چهرهای برجسته فرهنگی و تاریخی و سیاسی و غیره و ادبی و علمی در اونجا جمع میشن، حضور دارن. و الان آکادمی علوم تاجیکستان هم همین حالت رو داره. آقای روحانی رفت اونجا و تصویر بزرگ شاعر ما رودکی در اونجا بود. من بر آرامگاه رودکی گرفتم، قلعه‌ای که به دنیا اومده رودک. و آدم اونجا به یاد میاره این شاعر نابینا بود و اون وقت توصیف فرو ریختن دندان رو چگونه میکنه: مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، مگوی دندان لا بل چراغ تابان بود، سپید سیم رده بود و در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. هزار اندی سال پیش زیباتر از این میشه گفت؟ یا بوی جوی مولیان آید همی که امیر نصر رو که قهر کرده از بخارا، دیوانوار پای برهنه بر اسب بنشاند بدون زین و بتازد به سوی بخارا. ای بخارا شاد باش و شاد زی، میر زی کو میهمان آید. چه میگه؟ درشتی های آموی زیر پایش پرنیان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایش پرنیان آید همی. کدام زبانه؟ هزار سال پیش انگلیسی رو بخونید یا فرانسه رو محال بفهمید. الان بزرگترین متخصص زبانم سنگینه براش، اما فارسی به این زیبایی، به این زیبایی. شاه ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید. یا میر ماه هست و بخارا آسمان. در حال سفر آقای روحانی امیدوارم این تأثیر روش گذاشته باشه که از 1991 تا امروز جمهوری ولایت فقیه چه فرصت تاریخی رو از دست داده. شما فکر کنید در تاجیکستان اگر دولت ایران کمک میکرد، سیستم آبرسانی میذاشت به اینجا، کتاب دعای آقای خمینی رو بفرسته، خواننده های برجسته ما رو میفرسته، خانم گوگوش میرفت، ستار میرفت، استاد شجریان میرفت، استاد ناظری میرفت، جوانهای ما میرفتن، سالار عقیلی میرفت، همایون شجریان میرفت و اینا میرفتن اونجا برنامه اجرا میکردن. ایران دانشگاه میزد، مدرسه میزد، کتاب فروشی فردوسی رو درست کردن، بعد تعطیلش کردن چون دکون حقه‌بازی بود و دکون جاسوسی. چه کارها ما، تاجیکستان در بس در آغوش ما بود، چه کارهایی کردیم. امیدوارم آقای روحانی اینو درک بکنه، حداقل یک اثر خوب از خود بگذارد. خاتمی که رفت، خاتمی در نوع روش و عمل کردش خاطره خوش اونجا گذاشت. ولی برگردیم به عقب، فکر کنیم این فتنه به نتیجه نرسیده بود و این طوق انقلاب بر گردن ما نیفتاده بود. هرچی آدم میره جلوتر میره، محسن خاتمی درست میگه، کودتا بود. فکر کنیم، چون انقلاب پایانش نباید این بود، انقلاب پایانش دکتر شاپور بختیار بود، رسیدن به یک دموکراسی سکولار. به هر روی نباید ما به این نقطه میرسیدیم. من آرزو میکنم رژیمی که این همه فرصت رو از دست داد امروز به خود آید. حیفه
تاجیکا تاجیکا تاجیک، ای ماند دور از من چون جان به من نزدیک. باری آقای روحانی رفتن و در مملکت خودمون، در کشور خودشون، ایشون وقتی صحبت میکنه میگوید که بله، حالا ما از رکود عبور کردیم. یه نقطه ای رو اشاره میکنه که حالا در 12% تورم اومده پایین، و نه اینکه بنده بگم اینا رو تایید میکنم درسته، نه، کار مثبت باشه تایید میکنه. دوستی برای من نوشته بود که آقا گفته بود، صداشم دارم که نرسیدم تو برنامه این هفته پخش بکنم، برنامه شما و ایران فردا، حالا پخش میکنم. ایشون میگه که آی نوریزاده، خانومی هستن، چرا میگید خامنه آدم کش نبود؟ این همه اینا همه آدم کشه. اگر یادتون باشه من وقتی داشتم مقایسه میکردم ارتباط ها رو که داشتم میگفتم، ببینید آقای ری شهری آدم کشه، خلخالی آدم کشه، آقای فلاحیان آدم کشه، حکم قتل داده زیرش هم امضا کرده، هادی غفاری آدم کشه، مرحوم هویدا رو کشته، علی اکبر محتشمی پور آدم کشه، فرمان قتل حسین مروه رو داده. منظورم اینه اینا آدم کشن. آقای خامنه ای در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، من اینو چون تحقیق کردم چهار تا کتاب نوشتم و گفتم، در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای آقای خامنه‌ای نمی‌دونست. آقای خامنه‌ای منتها جدال می‌کرد که این کار اسرائیلیاست. نمی‌دونست چه فاسد خونه‌ای به نام وزارت اطلاعات علی فلاحیان و قبلش ری شهری و قربان علی ماسبند دوری نجف آبادی و آقازاده دامادشون درست کردن در اونجا. همین آقای دکتر حسام الدین آشنایی که آقای روحانی و عنوان مشاور عالی سیاسی شورده، ایشون رئیس دفتر قربان علی ماسپند بود. پس میدونست پدر زنش به مصطفی کاظمی میگه برو فروهر رو بکش، برو مختاری رو خفه کن، برو پوینده رو بکش. اینا رو میدونست، اینا رو میشنید. آدم کشی به اون معنا میگم، و الا همه سران رژیم در جرائمی که رخ داده و جنایات سهیمن. و آقای خامنه‌ای چون همونطور شاه رو میگفتن، شاه مگه آدم کشت؟ هیچ وقت. شاه از ریختن قطره خون از دماغ کسی میترسید. کسانی که میخواستن بکشنش مثل زندیات پرویز نیکخواه، مثل کامرانی، مثل منصوری، اینا همشون، اینا وقتی نیکخواه رفت پیش شاه، شاه نه تنها بخشیدش، مجال داد که نیکخواه بیاد قابلیت‌های خودشو در اطلاعات اخبار تلویزیون نشون بده. اون مرد عزیز دکتر کوروش بیاد نشون بده خودشو که چه آدمای برجسته، پزشک ارزشمند، حالا یه جا اشتباه کرد. پس شاه آدم کش نبود، ولی چون ساواکی بود که در اون یه آدمی مثل نصیری با مهر خودش به شاه و جهل خودش تمام این مصائب رو باعث شد، ولی تو ساواک هم آدم درست بود. روزی شادروان پاکروان رئیس اونجا بود و جان آقای خمینی رو نجات داد و آقای خمینی در مقابل او رو در سن 90 سالگی اعدام کرد. حالا میخوام بگم ما نمیتونیم اتهام بزنیم آقا، همونطوری که به شاه نمیتونیم بگیم. شاه اگر آدم کش بود، اتفاقا این مصاحبه میدم آقای بنی صدر 10 سال بعد از انقلاب با علی لیمونادی عزیز داشت صحبت میکرد، خیلی خوبه این کوچ این نوارا رو جلو آدم میذاره، آدم میبینه. و همونطور که آقای آصف جوادی دست خودشو رو میکنه، آقای بنی صدر اونجا گفت، خیلی ساده گفت، اگر شاه مثل اینا بود مونده بود، باقی مونده بود. پس شاه آدم کش نبود. این صفتهایی رو که میدیم مراقب باشیم. آقای خامنه‌ای مسئول همه چی هست، اما وقتی قاتلان رو اسم میبریم نمیتونیم بگیم این قاتل بود، خودش آدم کش، نه خودش نه. به هر روی گفتم که آقای روحانی میاد میگه ما از رکود عبور کردیم، رئیس جمهوری دیگه حالا اومده این حرف رو زده.
آقای طهیب‌نیا وزیر داراییش اومده آمار و ارقام ارائه داده. تلویزیون حاج عزت یعنی یک دستگاه امنیتی، دستگاه دزدخانه که این دزدی از زمان لاریجانی شروع شد چه بود و یه سری هم مقالات مفصلی من نوشتم که یکی از دوستان همکارم که حالا نمیدونم میتونم اسمشو بگم یا نه از اینا خبر داشت در اختیار من گذاشت و من مدت‌ها در کیهان لندن به صورت پاورقی این اطلاعات رو آوردم و تو برنامه هم گفتم راجب دزدی‌ها و فساد پشت پرده در زمان آقای لاریجانی و بعد حاج عزت. در این دزدخانه به یه خبرنگار که حالا من نمیدونم کتاب کلاس 9 دبیرستان رو خونده یعنی چون حرف زدنش نشون میده بچه پا خطه. ببینید در برابر حرف آقای روحانی چه میگوید. اون وقت میخواد ملت برای این حکومت، رهبر، رئیس جمهور ارزش قائل باشه. نگاه کنید این انتقاد نیست، تو دولت بریتانیا پوست نخست وزیر رو میکنن اما محترمانه، توهین نمی کنن، پوستشو میکنن. سیاستت غلط بود، کشور رو داری نابود میکنی، اقتصاد رو داغون کردی، همه اینا رو میگن بدون توهین. شما نگاه کنید ببینید یکی از این بچه های حاج عزت لابد پاداش هم بهش دادن، ببینید چه میگوید. گفت آدم باز آدم روز به روز گفت سال به سال بدتر میشه اوضاع، با صدر احمد با آقای قروقی. حالا ببینید این یکی چه میگوید. ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم. خب خدا رو شکر که به سلامت عبور کردید، ولی ما و احتمالا خیلی از خلق الله حیرون موندیم، چون یا عبور نکردیم یا یه جوری عبور کردیم که خودمونم متوجه نشدیم هنوز. دقیقا همونطوره، همونجور که مش قاسم میگفت یه جوری با تون تماس گرفتن که خودتون نفهمیدید، یه جوری عبور کردن که شما یکی نمیفهمید، چون اصلا شما نمیفهمید. شما پاداشایی که حاج عزت بهتون میده بابت این لغویات طبیعتا نمیفهمید، متوجه نیست. در رابطه با دو سه تا نکته کوچکم بگم. بله بعد میرم در بخش دوم، میرسم اون وقت به مسائل منطقه و چیزهای بسیار مهمی که اتفاق افتاد. مسئله رفراندوم پنجشنبه برای اسکاتلند خب در این کشور الان مهمترین موضوع روزه. رهبران سه حزب، نخست وزیر، حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، همه پاشن برن اسکاتلند، ملکه و خاندان سلطنت بلمور باشن، برن اونجا و مرتب فیلم نشون داده بشه، بحث بشه، شرکت‌های بزرگ بگن اگر جواب بله باشه به جدایی ما میاییم. رویال بانک آف اسکاتلند، شرکت‌های بیمه بزرگ 4-5 میلیون مشتری داره، میان بیرون و آدم کم کم داره حس میکنه اون پیوند به این سادگی جدا نمیشه. من بر این باورم، اعتقادم اینه که مارجینال با یه رأی کم طرفداران وحدت و پیوند با بریتانیا برنده خواهند شد. حالا شاید هم توپ و بندازی بالا چند تا چرخ میزنه، یعنی آدم اینجوری حس میکنه از گفتگو با اسکاتلندی ها. غیر از یه عده جوون خیلی متعصب افراطی، اکثریت مردم نمیخوان وضع به هم بخوره، چون عواقبی داره که کسی تحملش رو نداره. جدایی پاره ای از یک کشور بسیار سنگینه. یادتون باشه به هر حال انگلستان یا یونایتد کینگدام از پیوستن چند سرزمین در طول تاریخ بودن. ایران اینجوری نیست، ایران پاره های تنش رو کندن، اگر اونا برگرده صحیحه. این مجموعه زیبای لحاف چلتکه هیچ وقت سرزمین دیگری نبوده که ما اشغالش بکنیم، سرزمین ما بوده. من یه وقتی با این دوستان عرب ایرانی، با یه عده‌شون که متأسفانه بحثم میشد، گفتم شما چی دارید میگید؟ کی خوزستان از ایران جدا بوده؟ همیشه جزء ایران بوده. حتی اون آقای خزعل که به فکر جدایی بود و با انگلیس ها سر و کار داشت و انگلیس ها جلوی رضا شاه رو میخواستن بگیرن، میگفت نامه میفرستاد به پادشاه، اظهار بندگی میکرد، حکم ولایتش از تهران صادر میشد. این سرزمین همیشه پیوند داشت و هم بسته بوده، منتها در دوران قاجارهای بی ارزه پاره هایی از این سرزمین جدا شد، بعضا در جنگ، بعضا در هیلگری های بریتانیا و روسیه، و به این گربه نشسته به دیوار آسیا رسید.
برابری ما جدا نبودیم که مثل اسکاتلند و انگلیس مثلا 200 سال پیش 400 سال پیش بیایم با هم قرارداد ببندیم یا پیروز بشیم اون جز سرزمین ما بشه. سرزمین ما خیلی آشتکده که دست ما رفته. مراقب باشیم بقیه رو حفظ کنیم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. He fought for the people of Chile, with his songs and his guitar, and his hands were gentle. His hands were strong. Victor was a peasant. He worked from few years old. He sat behind his father's plow, and he watched the earth unfold, and his hands were gentle. His hands were strong. If the neighbors had or one of their children died, his mother would sing all night for them with Victor by her side. His hands were gentle, his hands were strong, and he grew to be a fighter against the people's wrongs. He listened to their joy and grief, and he turned them into songs. And his hands were gentle, his hands were strong. He sang about the copper miners and those who worked the land. He sang for the factory workers, and they knew he was their man. But his hands were gentle, his hands were strong. Be camping for Allende, working night and day. He sang, take hold of each other's hand, for the future begins today. His hands were gentle, his hands were strong. The bloody generals, they seized Chile. They arrested Victor then. They caged him in the stadium with 5,000 frightened men. And his hands were gentle, his hands were strong. Victor stood up in the stadium, and his voice was brave and strong. He sang for his fellow prisoners till the guards cut short his song. His hands were gentle, his hands. چقدر زیباست.
اسمش رو گوش مرسیه تجلیل بگذارش از ویکتور خارا، اونجا که آینده میگه منظور سالوادور آلنده است. ما آلنده میگیم، اونا آینده تلفظ میکنن در زبان اسپانیش. و چقدر زیبا بود این ترانه، من اصلا شنیدم حالم عجیب شد. سالوادور آلنده یکی از شخصیت‌های بزرگی بود که در اون توطئه که CIA هم درش نقش داشت، این مرد بزرگ رو سرنگون کرد. فیلمی هم که درست کردن بسیار فیلم قشنگی بود، شب روی شیلی. و بعد فیلم دیگری به نام میسینگ، گم شده، که جک لمون بازی میکرد، پسرش گم میشد، بعد میفهمید تو استادیوم کشتنش. چقدر قشنگ بود گوستاف گاورز، فیلم بیوتیفول سی سی اسپک توش بازی میکرد و عجب فیلم. یه توصیه من به آقای دعایی میکنم اینجا، گاهی راجب روزنامهش میگم. آقا به این آقای ابوالقاسم قاسمزاده، میشه که داماد یزم از داماد موسوی اردبیلی، به این بگی آقا سرمقاله ننویسه. یه وقتی مرحوم آل احمد راجب آقای حاسد جوادی میگفت، علی اصغر حاسد جوادی مقالاتش یک قطره پرمنگنات در سطل آبه، قرمزش میکنه ولی نه پرمنگنات نه آب. این آقای قاسمزاده هم لطف فهمید بگی ایشو سرمقاله ننویسه. پیروز یه سرمقاله‌ای بود درباره زنده‌یاد دکتر ناصر کاتوزیان، چقدر زیبا بود، پر از عاطفه، پر از احساس، یکی از همکلاسی‌ها و رفقاش. ولی چی این آقای ابوالقاسم قاسم، دولت جدید عراق و چالش‌های پیش رو، عین انشا، البته واضح و مبرهن است که پرتغال میوه خیلی خوبی است. بله، داعش بد است، جمهوری ولایت فقیه خوب است. یک اظهار نظر دیگه هم دیدم خیلی جالب بود، آقای سردار جزائری، یکی از مانکنای سپاه پاسداران، یعنی خلاصه میگن آقای براد پیت حسرت میخوره چه زیبایی اینو نداره. این آقا فرمودن که غرب حق ندارد راجع به حقوق بشر در ایران حرف بزنه. راست میگه، محسنی اژه‌ای باید حرف بزنه. اصلا حقوق بشر ایران رو بدیم دست محسنی اژه‌ای، معرکه خواهد شد. هیچکی بهتر از محسن اژه‌ای نیست. باری بریم روی تحولات منطقه. اولا جالب بود امیر کویت شیخ سوبال احمد که یکی از قدیمی ترین رهبران منطقه است، 30 سال وزیر خارجه بود، بعد نخست وزیر شد. وقتی امیر پیشین شیخ جابر درگذشت، من روزی که کویت آزاد شد 2 روز بعدش بود وارد کویت شدم و امیرم می اومد. شیخ ناصر دوست قدیمی ما ایشون بود و شیخ سوبال احمد بود و شیخ سعد که اون وقت ولیعهد بود. کویت دود خالی بود، یعنی شما هتل شراتون که هتل خیلی عالی کویت بود، نیمیش رو صدام ویران کرده بود، عراقی ها غارت کردن، مثلا 10-12 اتاق داشت فقط. ما رفتیم، این پیرن رو من صبح میپوشتم تمیز مرتب، میمدم بیرون نیم ساعت بعد سیاه تمام پیرن، نفس نمیتونستی بکشی، بعد ماسک داشتی، خیلی بد بود. بعد اینا رسیدن و روی زمین سرشون رو گذاشتن و گریستن، همین شیخ صبا، شیخ جابر، شیخ سعد اینا. بعدن هم که خب شیخ سعد مریض شد و در موقع درگذشت شیخ قبلی، شیخ صبا احمد نخست وزیر هم بود، به هر حال شایسته ترین فرد بود برای جانشینی. از روزی هم که امیر شده اقدامات خیلی مهمی در اونجا انجام داده و حالا سازمان ملل او رو به عنوان جایزه، بزرگترین جایزه سازمان ملل در مورد خدمات انسانی رو به او داده، به خاطر حضورش، حضور کویت در کمک کردن به پناهندگان عراقی، سوری، فلسطین، در هر جای جهان کویتی ها به هر حال این اقدام رو کردن و دبیرکل سازمان ملل خیلی از اون تجلیل کرد، امیرم پاسخش رو میداد. آدم این چیزهایی رو میبینه در منطقه و افسوس میخوره جایگاه ایران کجاست. و هر روی براتون اشاره کرده بودم که اینم بگم براتون، این اون روز من صحبت میکردم راجع به علی رازینی و دزدیایی که کرده و زمینهایی که بالا کشته، یه چیزی من شنیدم خیلی برای من متاثر کننده. آقای عباس جدیدی رو میشناسید، یکی از کشتیگیران قدر و خوب ما بود که در عرصه جهانی هم جوایز بسیار گرفت، خیلی خوش تیپ و خوش بدن و قدرتمند. ایشون با کمک آقای ناطق نوری رفت تو شورای شهر. حالا خبر شدم که کارهای بدی داره میکنه آقای جدیدی، هشدار بهت میدم.
برادر نکن، تو یه پهلوانی، آدمی که میخواد خودشو پیرو مکتب تختی بدونه، مردی که در فشار مالی به جایی رسیده بود که بری یه ماشین از خارج ورداری بره، اونم تازه پولشو دوست داشت بده، مگه تختی نمیتونست از امتیازات برخوردار بشه؟ یا الان امام علی حبیبی مریضه در بیمارستانه و واقعا هموطنان ما باید به این چهرهای بزرگ کمک کنن. نامجو چجوری درگذشت؟ باید اینا رو یاری برسونم، خاطره اینا زنده باشن، اینا نام ایران رو بالا بردن. شنیدم آقای جدیدی اومده روبروی در کرج، روبروی کارخانه قند کرج، زمین بسیار بزرگی است که صاحبش هم تو کاناداست و بنده میشناسمش. این زمین رو بالا کشیده، بعدم با 4-5 تا لاتولود که دورش هستن ادعا میکنه ما اینجا سند منگوله دار میدیم، ما دیگه تو شورای شهریم سند منگوله دار میدیم، زمین شهری تو جیب ماست. نکن آقای جدیدی، اون وقت من با آمار و ارقام میام اینجا به اطلاع مردم میرسونم. بریم سراغ داعش، بریم سراغ حرف اول منطقه، سراغ تجدید نظری که آقای اوباما داره در سیاستش میکنه. اما سناتور جمهوری خواه میگه آقای اوباما فکر نکن با F-16 داعش رو میتونی بزنی. یه سری فیلم داریم همطور که شما اینا رو میبینید، منم در رابطه با این مسائل براتون صحبت میکنم، از کنفرانس جده باز سخن میگویم. حالا که چند روز از کنفرانس گذشته، اطلاعات بیرون اومده در پس پرده چه اتفاقایی افتاده. تشکیل کمیته های ویژه، کمیته اطلاعات، کمیته امنیت، کمیته نظامی که مصر در اون نقش بسیار مهمی داره، کمیته امنیت که عربستان و کمیته مالی، عربستان، کویت، امارات، اینا نقش اساسی دارن، گوش ترکیه رو پیچوندن، گوش قطر هم پیچوندن، به قطر اخطار داده ایالات متحده جلوی رسیدن پول از قطر به دست داعش و تروریست‌ها رو باید بگیری، به ترکیه اخطار دادن نباید اجازه بدی از خاک تو مرتب تروریست به اون سو بره. آقای اردوغان زیر فشار قرار گرفته، حتی در ملاقاتی که قبلا با پرزیدنت اوباما داشتن در ویلز در اجلاس ناتو، ایشون این اخطارها رو دریافت کرده بود و الان هم در جده همین بحثا مطرح شد. آقای ابراهیم الجعفری وزیر خارجه جدید عراق، ایشون در اونجا حضور داشت و مذاکرات هم دو جانبه با همتایان عرب و همینطور با آقای جانکری داشت و مذاکرات چند جانبه. دیدارش با سعود الفیصل بسیار مهم بود، یک نوع آشتی دوباره، گشایش درها. و آقای ابراهیم الجعفری به هر حال ریشش سفید شده، دکتر، خردمندانه حرف زد، تفاوت میکرد با نوری المالکی. آدم مالکی رو میدید هم که فکر میکرد این شاگرد بزاز بوده تو دمشق و حالا اومده نخست وزیر عراق شده و فرمانده کل قوا، خب یه خورده سنگین بود براش اینو بتونه تحمل. در داخل خود عراق هم، یعنی وقتی که این نشست انجام شد، بلا فاصله بعد از اون شاهد ورود آقای فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه به عراق بود. فرانسه بهش در لبنان و سوریه میگن ام الهنون، یعنی مادر، مثل مادر، مثل دایه میمونه فرانسه. به هر حال سوریه و لبنان جزء مانده های فرانسه بودن، نوعی وابسته و بعد مستقل شدن، که در سوریه البته مبارزاتی هم صورت گرفت، در لبنان هم تو مبارزه سیاسی بود، رهبران استقلال در قلعه راشیا زندانی شدن، عبدالله خوری بود، اونایی که در اون زمان بودن حمید کرامی، صاحب سلام، کمال جنبلات، اینا همه در اون زمان بودند و تقی الدین سر و اینها زندانی شدن در قلعه راشیا، عبدالله خوری، و بعد اومدن دولت لبنان تشکیل شد. در سوریه هم همینطور، ابتدا دموکراسی بود، شخصیت هایی مثل شکری قوتلی در سوریه حکومت میکردن و بعد کودتای این سرهنگ و جنرال ها شروع شد، حسنی زعیم، ادیب شیشکلی، اینا اومدن همینجوری یکی بعد از دیگری رفتن تا به اون سگانه نورالدین آتاسی، یوسف زعین و ابراهیم ماخوس رسید
که برادرزادش امروز نماینده ائتلاف ملی است در فرانسه و سفیر در واقع سفارت سوریه در فرانسه رو در اختیار او قرار دادن. به هر حال فرانسوی ها یه احساس ویژه‌ای دارن. در مورد سوریه هم از اول معتقد بودن باید به اپوزیسیون کمک کرد. این آقای اوباما بود که جلوشون رو گرفت، ولی اینا ارتش آزاد رو کمک مفصل میکرد. حالا آقای اولان میخواد یه نقش اساسی بگیره. یه کنفرانس دیدید که با دوست عزیز و همکارم شاهید صحبت میکردیم، اشاره کردیم که پاریس داره یه کنفرانس ویژه میگیره آغاز این هفته، همین امروز. شاهد این خواهیم بود که فرانسوی ها اشاره کردن امروز تماس هایی برقرار شده که ایران هم داره شما دعوت کنن. حالا من براتون میگم چرا امریکایی ها با حضور جمهوری اسلامی مخالفه. آقای اولاند اومد وارد عراق که شد، دکتر فؤاد معصوم رئیس جمهوری به شیوه عرف بین المللی از ایشون استقبال کرد. بسیار زیبا سرود ملی فرانسه و عراق نواخته شد و ایشون به منطقه خضرا یا منطقه سبز رفت، در کاخ رئیس جمهوری نشستن، چای نوشیدن، آب خنک خوردن و بعد ملاقات مفصل ایشون بود با دکتر حیدرالعبادی نخست وزیر. مذاکرات طولانی بود. در پی اونم آقای اولاند و دکتر عبادی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد. حرفهای عبادی نیش و نوشی هم داشت، به بعضی از قدرت‌های منطقه اشاره کرد، قصدش ترکیه و قطر بود، که اینها از این تروریست‌ها حمایت می‌کنه. اشاره کرد مبارزه با داعش و تروریسم باید یک مبارزه حساب شده و برنامه‌ریزی شده باشه، همینطوری نمیشه با این تروریست‌های آدمکش مبارزه کرد. و اولان در مقابل گفت ما در کنار عراقیم، می‌ایستیم، به کردها کمک میکنیم، چون بعدش هم رفت کردستان، و فرانسه در مبارزه با داعش شرکت میکنه. مثلا جالب، انگلیس ها اینو گفتن، آلمانی ها گفتن ما به هیچ وجه حاضر نیستیم شرکت کنیم، فرانسه هم گفت در مبارزه با داعش در سوریه شرکت نمیکنه با هواپیما. طرحهای دیگریش، فرانسه میخواد ارتش آزاد رو قوی کنه. ارتش آزاد این قابلیت ها رو داره، متا وقتی جبهه نصرت میلیارد پول میگیره از قطر، مشکلات اونجا ایجاد میشه. یا داعشی ها با مصادره پولایی که در بانک ملی عراق در موسل بود، فقط 580 میلیون دلار پول نقد کش اونجا گرفتن، نفتی که میفروشن قاچاق. حالا امریکایی‌ها میگن تعدادشون از 20 تا 31500 تنه، 20000 تا 31500. تعداد زیاد شده، نحوه برخورد با اون باید تغییر بکنه. نگاه کنیم، آقای اوباما میگوید مصمم با مبارزه. سناتورهای آمریکایی به ویژه جمهوری خواهان میگن راه مبارزه فقط F14 نیست. یک حرف خیلی مستقیمی اینجا من دارم که الان براتون میگم، اشاره شده که جان کری میگه ما در یک عملیات تروریستی ضد تروریستی گسترده هستیم. فیلمشو داریم، جان کری در مصاحبه مطبوعاتیش بعد از نشست جده، بعد میاد ترکیه و حرفایی که اونجا میزنه. نگاه کنیم آقای، این گزارشی که نشون میده که منطقه‌ای که الان آمریکایی‌ها روش تمرکز دارن کجاست. داعش رو نشون میده با سلاحایی که به دست آوردن تو شهرها رژه میرن. حالا تانک دارن، انواع مختلف تانک‌ها رو دارن، انواع مختلف هواپیما ها رو دارن، بین 20 تا 31500 تن نفراتشون است، نفرات آزموده، 2000 تنشون غربی ان، 2300 نفرشون آمریکایی ان که اینا پاشتن رفتن با. حالا این 10 کشور در واقع به اضافه آمریکا، 9 کشور به اضافه آمریکا، 10 کشور یک استراتژی مشترک رو دارن تدارک می‌بینن. یکی از مراکز بپاخواستن این حرکت عربستان سعودیه و آمریکایی‌ها از نافهاشون در خلیج فارس و همینطور پایگاه انجلیک در ترکیه و پایگاهشون در قطر استفاده خواهند کرد. یک نوع تدارک حمله مداوم و زماندار، یعنی داعششون قاطی مردم شده، چون تو شهرها هست
شما نمیتونی از بالا بزنی 100 تا داعش بکشی 80 تا از مردم بیگناه سوریه یا عراق. اینه که باید خیلی با احتیاط عمل بکنی و برای نابود کردن اینها یک استراتژی دراز مدت داشته باشی. در آمریکا کارشناسان میگن سرانجام آمریکا باید نیرو اعزام بکنه. آقای اوباما از وحشت درگیر شدن از قدیم گفته من نمیرم، نیرو نمیفرستم. حالا چیکار خواهی کرد؟ فقط با هواپیمای رکانسنس شناسایی نمیشه اینا رو بشناسی و بعد F-14 یا هواپیمای بی سرنشین بفرستی اونجا رو بزنن. 100 تا 4 تا ماشین، 2 تا تانک، بقیه چی؟ این میکروبی که مثل مور و ملخ داره توی عراق و توی سوریه میلوله در هم، در لبنان وارد میشه، در ارسال نظامیان لبنانی رو اسیر میکنه و سر دو تاشون رو میبره. الان آقای تمام سلام نخست وزیر لبنان به قطر رفت، یقه قطری ها رو گرفته. شما که میانجی شدی با جبهه نصرت، چرا هیچ جای دیگه نیست؟ قطره، چون قطر پولشون رو میده. و یه نظامی هم که آزاد شد در اصل پادرمیان قطر بود. شما فکر کن یه دولت کوچولوتون خلیج فارس گاز ما رو میدوزه و بعد توی منطقه هم این بازی ها آشوب ها رو را بیندازه. الجزیره هم داره. خب بگم ببینید اصلا قصه آدم نمیدونه چیه. باور کنید که پشت فردا آدم چطور میتونه حساب کنه. به هر حال آقای جان کری روشن گفت که استراتژی جدید چیه؟ تاکتیک ها در نشست های تکنیکا، تکنیکی یا با کارشناسان، کارشناسان نظامی امنیتی صورت خواهد گرفت. حالا چرا جمهوری اسلامی کنار گذاشته میشه؟ من اینو قبلا به اختصار گفتم. ببینید داعش که ظهور کرد در عراق، اتاق فکر آقای خامنه اینا نشستن و برداشتشون این بود که بهترین فرصت برای ما پیدا شد. آمریکا they have no guts، قدرت و اراده و غیرت جنگیدن رو نداره. از عراق هم پشتن رفتن بیرون، دوباره نمیان. این ارتش عراق هم که آبروریزی کرد، کی میمونه؟ سپاه قدس، سپاه پاسداران. یه لشکر سارالله رو میفرستیم دخل داعش رو بیاره، بعدم بچه های ما اونجا مستقل میشن دیگه، عراق میشه مستعمره. این نقشه در پس ذهنشون بود. مالکی رو هم ابقا میکنیم، نگرش میداریم 4 سال دیگه نوکر ما و بعد میکنیمش مادام العمر دیگه اونجا هست. هر وقت هم میاد آقا رو ببینه بگیم کروات و واک. این برداشت کوته اندیشانه آقایون بود. تصور نکردن اگر داعش ظهور کرده به خاطر ظلمی است که مالکی به اهل سنت کرده، به خاطر ظلمی است که در انبار و در موسل و در تکریت و در فلوجه و در دیاله کرده به سنی ها. و این سنی ها بودن که گفتن از شر این شیطان مالکی رها بشیم، اب نداره بعد شر شیطانک داعش رو خودمون میکنیم. اما نمیدونستن بعدن گرفتار میشن و وحشیگری داعش اونا رو تکون میده. جمهوری اسلامی فکر خیلی خوب ما الان میریم اونجا هستیم. اما آمریکایی‌ها نشستن فکر کردن، سیاستمدارانی مثل دکتر عیاد علاوی باشون حرف زدن، دکتر اسامه نجفی باشون نشست حرف زد، شخصیتایی مثل دکتر عدنان پاچیچی توصیه کرد باشون حرف زد، خود کارشناسای خودش. آقا اگه جمهوری اسلامی بره به فرض که داعش هم شکست بده، با این گروهایی مثل جیش مختار، مثل گروه بدر هادی العامری، مثل گروه اصحاب اهل الحق، شیعیان میرن وارد مناطق سنی ها میشن و قتل و غارت خواهند کرد، قتل عام خواهند کرد و جنگ مذهبی در عراق میره تا شمال و منتظر واکنش باشون. وقت کشورهای سنی منطقه هم واکنششون میدن، سعودی ها دست رو دست نمیذارن، اردنی ها هم تو نمیشن تماشا کنن، ترک ها نمیشنن تماشا کنن. اینجا بود که آمریکایی‌ها اون لبخندی که اول به ولی فقیه زدن تبدیل به اخم شد. نه، خط قرمز نیروهای مسلحه. جمهوری اسلامی حق نداره نیروی مسلح بفرسته. کمک می‌خوایم بکنیم، مرسی. به کردها اسلحه دادید، به عراق هم کمک کنید، کارشناس بدید، یادشون بدید چجوری با تروریست برخورد بکنه.
تا این حد مخلص شما هم هست. در جده که کنفرانس شد، بعضی ها تلویحاً از جمله خود ترکیه و قطر اینا گفتند که آقا بد نیست و سلطان نشین عمان که جمهوری اسلامی هم دعوت کنیم. برداشت عام این بود که نه. وزیر خارجه بحرین به شدت واکنش نشون داد، گفت آقا جمهوری اسلامی تو کشور من از همین تروریسم استفاده میکنه برای به هم ریختن کشور من، چجوری میخوام میام جو باش میشینم که با ترور مبارزه کنه؟ سعودی ها گفتن مگه ترور حزب الله ترور نیست؟ این همه حزب الله داره در لبنان در سوریه آدم میکشه، اینا تروریست نیستن؟ اینا تروریستن. ملاقاتی که بعد وزیر خارجه امریکا جان کری با پادشاه سعودی داشت که آقای الجوبر سفیر سعودی در واشنگتن هم ترجمهش میکرد، مترجم بود اون وسط، این ملاقات بسیار مهم بود. در این ملاقات بود که چارچوب همکاری های بعدی ریخته شد بدون جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی خیلی آشفته شد و حمله کرد کنفرانس جده رو، گفت اینا بیخیالن، اینا واقعا به دنبال مبارزه نیستن. اینجا بود که آقای اولاند اومد وسط. آقای اولاند در بغداد مذاکرات مفصلی داشت با مقامات عراقی، جعفری هم خودشو رسوند، تونست با او گفتگو بکنه و دکتر فؤاد معصوم رئیس جمهوری تجدید کرد از اولان. و بعد فرانسوی ها گفتن بعدشون نمیاد که جمهوری اسلامی رو به کنفرانس ویژه پاریس دعوت کنن، کنفرانسی که خب کشورهای همسایه عراق هستن، سوریه نه. بوسین شعبان مشاور اسد، خانم بوسین شعبان یه پرس کانفرانس گذاشت روز جمعه، گفت آقا اگه بخوایم با داعش بجنگی سوریه و جمهوری اسلامی روسیه باید باشه، و جمهوری اسلامی هم گفت بدون حضور ما چجوری میخوایم کنفرانس بگیری؟ مثل ژنو، ژنو کنفرانس ژنو که بدون حضور ما به نتیجه نرسید. به هر روی در یکی دو روز آینده مسائل کنفرانس پاریس هم پیگیری خواهیم کرد. و موضوع مهم اینه که امروز جامعه بین‌المللی قصد پاک کردن منطقه از ویروس داعش رو داره. پیروزی در این زمینه منوط به اراده آقای باراک حسین اوباماست. آیا این نقطه رو برای خودش در تاریخ ثبت خواهد کرد که اوباما آمد و شر داعش رو از سر منطقه کوتاه کرد؟ ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.